من آخرین کسی بودم که دستم رو بردم بالا و از ایشون سوال کردم. گفتم آقای عراقچی، فرض بگیریم 20 سال دیگه 30 سال دیگه عمرو با عزت خداوند به شما داده و 90 ازت یک سوال میکنه، میگه بابا بزرگ، اون هزینه وحشتناکی که شما و نسل شما خرج کردین واسه هسته‌ای، آخرش هم هیچ توش در نیامد. بابا بزرگ، اگه اینو واسه آب مملکت خرج کرده بودین، واسه کشاورزی مملکت خرج کرده بودین، بابا بزرگ، مردم ایران خوشبخت‌تر نبودن؟ خاله برادر، دعوای من با آقای رسایی دقیقاً اینجاست، چون من با همه وجود معتقدم که اجازه نداشتید سرمایه و هستی مملکت رو به پای چاه ویل هسته‌ای بریزیم. اجازه نداشتیم. چرا مجلس نیامد دخالت بکنه در کار هسته‌ای؟ کدوم نماینده مجلس اومد در کار هستی دخالت کرد؟ خاله برادر، شما خبرنگارید، چند نفر برای سازمان انرژی اتمی کار میکنن؟ 10,000 نفر، 20,000 نفر، 30,000 نفر، 50,000 نفر؟ بودجه چقدره؟ بودجه آموزش و پرورشتون چقدره؟ بودجه محیط زیستتون چقدره؟ سرانه بهداشتتون چقدره؟ اینا رو کی باید پاسخ بده؟ دعوا سر ایناست، سر این نیستش که بند اولش میگه که 3% باید باشه، بند پنجمش میگه 5% باید باشه. نه، چرا باید هستی مملکت صرف هسته‌ای بشه؟ که چی به دست بیاریم؟ راست میگه ایشون، من گفتم اینو، که چی به دست بیاریم؟ دستاوردش چی بوده؟ یه روزی آقای احمدی نژاد در پاکدشت سال 84 گفتن که 250 رشته ایجاد میشه، 5 تاشو نام ببرید، 25 تاشو نام ببرید از رشته هایی که ایجاد شده. کسی میدونه چقدر هزینه داریم میکنیم مستقیم و غیر مستقیم برای هسته‌ای؟ اینا دعواهای ما هستش با آقای رسایی. و من اگر خوشحالم، چون دارم یه نوری در انتهای تونل میبینم، دارم یه نوری در انتهای این که کشور داره از این مهمس، از این مصیبت، از این چاه ویل، کشور داره نجات پیدا میکنه. آقای رسایی راجع به گرد و غبار خوزستان صحبت کردن. آقای رسایی، از 1382 که مناقشه هسته‌ای شروع شده، ظرف 12 سال گذشته شما نماینده مجلس هستید. چقدر برای گرد و غبار هزینه شده و چقدر برای هسته‌ای هزینه شده؟ آقای رسایی، شما نماینده مجلس هستین، باز تکرار میکنم، سرانه آموزش پرورش در ایران چقدره؟ سرانه هسته‌ای چقدره؟ سرانه بهداشت و درمان چقدر هست آقای رسایی؟ سرانه هسته‌ای چقدره؟ اوورت برای هسته‌ای چجوری خرج میکنیم و برای آموزش پرورش چجوری خرج میکنیم؟ من اگر میگم که باید در مورد گروگانگیری اجازه میدادن مطبوعات مینوشتن، باید در مورد جنگ اجازه میدادن مطبوعات مینوشتن، باید در مورد هسته ای اجازه میدادن مطبوعات مینوشتن، دیگران صحبت میکردن، به خاطر این هستش که بعد از 12 سال هنوز سر سو انقدر کمبود اطلاعات و فقر اطلاعات تو مملکت وجود داره که بعد از 12 سال هنوز صورت مسئله اسباب و علل مخالفت غربی ها با هسته‌ای رو حکومت نذاشته ماها بفهمیم، تحت این عنوان که اینا با پیشرفت های علمی ما مخالفن. اینا نمیخوان بذارن ما پیشرفت علمی بکنیم، اینا نمیخوان بذارن ما پیشرفت اقتصادی بکنیم، چون هسته‌ای چند بار، چقدر شما اینا رو شنیدی ظرف 12 سال گذشته؟ چون هسته‌ای پیشرفت‌های علمی زیادی آید کشور میکنه، چون هسته‌ای پیشرفت‌های اقتصادی زیادی برای کشور به بار میاره، اینا چشم دیدن ما رو ندارن، چشم دیدن پیشرفت‌های ما رو ندارن، بنابراین اومدن جلوی هسته‌ای رو گرفتن. نه خواهر و برادرا، اولا که هسته‌ای نه معجزه علمی میکنه و نه معجزه اقتصادی میکنه، اما علت این که جلوی ما رو گرفتن، آقای رسایی درست میگن، آره مشکل ایجاد میکنه،
هسته ما، نه به واسطه اینکه استقلال مستقل، نه، برای اینکه هر کشوری که بتونه اورانیوم رو 3% غنی بکنه، هر موقع که اراده بکنه ظرف 6 ماه یا 1 سال میتونه اورانیوم رو تا 90% 99% غنی بکنه و ازش سلاح هسته‌ای بسازه. خب سوال، این مشکل غنی سازی رو همه کشورهای دیگه هم دارن، برزیل هم داره، آرژانتین هم داره، هند هم داره، پاکستان هم داره، کشورهای دیگه هم که غنی سازی میکنن این مشکل هست. چرا در مورد ایران؟ برای اینکه ایران تنها کشوری هستش که رسما و علنا اعلام کرده که ما یک کشور دیگری رو به اسم اسرائیل میخوایم نابود بکنیم. فقط هم شعار نداده، در عمل هر آنچه که میتوانسته در جهت نابودی اسرائیل به کار برده. اگر حماس الان تانک نداره، برای اینکه ما نمیتونستیم تانک به حماس برسونیم. اگر حزب الله تانک نداره، برای اینکه ما نمیتونستیم تانک بهش برسونیم، ولی چیزایی که میتونستیم همه رو رسوندیم. بنابراین این سوال هست، این دغدغه هست، این نگرانی هست. کشوری داره به غنی سازی و به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا میکنه که رسما و علنا اعلام کرده که ما یک کشور دیگر رو نابود میکنیم. تو اوج جریاناتی که هممون گوشامون چسبونده بودیم به بی بی سی و به نمیدونم شبکه های دیگه که ببینیم چی شده، مذاکره مباده وقت مذاکره شکست بخوره و توافق نشه، سردار نقدی اعلام کردن که از بین بردن اسرائیل که سر جاشه، اون که اصلا لارعی و فیهه. من قطعنامه رو نخوندم، من بیانیه رو نخوندم، من تمام اون چیزایی که شما میگیری هیچ کدوم رو نخوندم، من اصلا بی سوادم. از شما که با سواد و تحصیل کرده هستی یه سوال خیلی ساده دارم. این نابودی اسرائیل، این از بین بردن اسرائیل رو، این وظیفه رو کی داده به جمهوری اسلامی؟ کی داده این وظیفه رو؟ سوال، تو قانون اساسی ما اومده که جمهوری اسلامی باید اسرائیل رو نابود بکنه. مجلس شورای اسلامی، مجلس سوم، مجلس چهارم، مجلس پنجم، مجلس اول قانونی رو به تصویب رسوندن که بر اساس اون دولت جمهوری اسلامی ایران، قوای مسلحه جمهوری اسلامی ایران موظف میشن اسرائیل از بین ببرن. اتحادیه عرب گفته ما عرضه نداریم اسرائیل از بین ببریم، جمهوری اسلامی تو بیا از بین ببر. سازمان کنفرانس اسلامی 52 کشور گفتن که جمهوری اسلامی تو بیا از طرف ما ببر. شورای امنیت این وظیفه رو به ما داده، سازمان ملل به ما داده. رفراندوم کردیم، نصف بلاویه که مردم ایران گفتن ما باید اسرائیل از بین ببریم. نظرسنجی کردیم. این شما از کجا آوردین که ما باید اسرائیل رو نابود بکنیم؟ چی این وظیفه رو به شما داده؟ خود فلسطینیا نمیگن ما باید اسرائیل رو نابود بکنیم، میگن کشور فلسطینی رو باید بیاریم بغل کشور اسرائیل بنشونیم روی نقشه. ما پاپ کاتولیک‌تر شدیم، ما میگیم اسرائیل رو باید نابود بکنیم. چرا؟ درست میگه آقای رسایی، همون آمریکا ستیزیه. اگر آمریکا ستیزی و استکبار ستیزی رو از آقای رسایی بگیری، یا آقای رسایی امشب بخواد سخنرانی بکنه راجب چی صحبت بکنه؟ راجب چی صحبت بکنه؟ باید استکبار ستیزی باشه، آمریکا ستیزی باشه که حرف برای گفتن داشته باشه. تو بخش اول عرایز هم گفتم بگه ما توی 36 سال چیکار کردیم، از کدوم دستاورداشون صحبت بکنن، بگن صف بستن از کشورهای دیگر اومدن که شما از نظر اقتصادی چیکار کردیم، ما میخوایم بریم تو کشور خودمون همون کاری که شما اینجا کردیم ما میخوایم بریم، ما شو خیلی موفقیت آمیز بوده، پر دوزه، میخوایم بریم اونو ما تو جامعه خودمون هم پیاده بکنیم. ایشون میگن هسته این نماد استقلاله. من بی سوادم. اینا شما کجا بودین که هسته این نماد استقلاله؟ شما که میگید پاکستان نوکره، که مگه نمیگید پاکستان اون که از هسته ای از ما کلی جلوتر هم هست. کره شمالی کدوم استقلال کره شمالی داره آقای رسایی؟ قزاقستان، قرقیزستان، تمام اینایی که هسته‌ای دارن جزو بدبخت‌ترین کشورهای روی زمین هستن. خود ما اگه نفت نداشتیم چی داشتیم؟ همدیگه رو باید می‌خوردیم اگه نفت نبود. آقای زیبا کلام، استکبار ستیزی رو از انقلاب بگیری ازش چی میمونه؟ آقایون من سوال میکنم، اگه قراره به اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، استکباری آمریکا رو هم قبول کنیم، خب چرا انقلاب کردیم اصلا؟
یه بارم سوال کردم شما رو من نمیدونم اون موقع شاید برای چیز دیگه بردن زندان، ولی از ظاهر شما برای مسائل سیاسی رفتی زندان. واقعا برای چی رفتی؟ خب اون موقع اسرائیل به رسمیت بدبختی داشت، اسرائیل به رسمیت میشناخت دیگه. من هم همون موقع همین الان به شما جواب دادم، رفتم که تو مملکت هم خسر نباشه. آره رفتم که تو مملکت هم زندانی سیاسی نباشه. آره اینا رو نگفتم. آره. گفتم من با اون خوی استکباری رفتم بودن. نه رفتم که آدما رو بدون محاکمه 5 سال تو خونه شون نگه ندارن تو هست. برای اینا من بود رفتم.